اما چون شخص زورآورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همه اسلحه او را که بدان اعتماد می داشت از او می گیرد و اموال او را تقسیم می کند. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا را بپذیرید. شیطان وقتی که بخواد یک شخصی رو از بین ببره، اولین کاری که میکنه مغز اون شخص رو گیج و گنگ میکنه و قدرت فکر کردن رو از اون شخص میگیره و نمیذاره اون شخص برای کمک به طرف پدر آسمانیش بره. یک بار عیسی روح پلیدی رو از جسم یک لال بیرون کرد و زبان اون شخص باز شد. کسانی که این ماجرا رو دیدن بسیار تعجب کردند، به هیجان اومدن، اما بعضی از اون میان گفتن جای تعجب نیست که اون میتونه ارواح پلید رو اخراج کنه، چون قدرت انجام این کارها رو از شیطان که رئیس همه ارواح پلیده میگیره. عده دیگه نیز از او خواستن تا کاری بکنه که در آسمان اتفاق عجیبی بیفته و به این طریق ثابت بشه که او همان مسیح موعوده. عیسی افکار همه اونا رو خونده بود و فرمود هر حکومتی که به دسته های مخالف تقسیم بشه او به نابودی خواهد رفت و هر خانه‌ای که گرفتار مشاجرات و جنگ و جدال گردد از هم خواهد پاشید. از این رو اگر گفته شما درست باشه، یعنی این که شیطان به ضد خود می جنگه و به من قدرت داده تا ارواح پلید او رو بیرون کنم. در این صورت حکومت او چگونه برقرار خواهد ماند؟ و اگر قدرت من از طرف شیطونه، پس قدرت اون عده از مریدان شما که ارواح پلید رو بیرون میکنن از کجاست؟ آیا این نشون میده که اونا آلت دست شیطون هستن؟ اگر راست میگین همین سوال رو از اونا بکنین. اما اگر من با قدرت خدا ارواح پلید رو از تن مردم بیرون میکنم، این ثابت میکنه که ملکوت خدا در میان شما آغاز شده. تا زمانی که شیطان نیرومند و مسلح از کاخ خودش محافظت میکنه، کاخش در امن و امانه. اما وقتی کسی نیرومندتر و مسلحتر از او به او حمله کنه، بر او پیروز خواهد شد و او را خلع سلاح خواهد کرد و تمام داراییش را از دستش خواهد گرفت. هر که طرفدار من نباشد به ضد من است و هر که مرا یاری نکند در واقع علیه من کار می کند. هنگامی که روح پلید از وجود شخصی اخراج می شود، برای استراحت به بیابانها می رود، اما چون جای مناسبی نمی یابد، پیش همان شخصی که از وجودش بیرون رفته بود بر می گردد و می بیند که خانه سابقش جارو شده و تمیز است. پس می رود 7 روح بدتر از خود را نیز می آورد و همگی داخل وجود او می شوند. آنگاه وضع اون شخص بدتر از حالت اولش می گردد. این سخنان هنوز بر زبان عیسی بود که زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت خوشا به حال اون مادری که تو را به دنیا آورد و شیر داد. عیسی در جواب گفت بله، اما خوشبخت‌تر از مادر من کسیه که کلام خدا رو میشنوه و به اون عمل میکنه. در اینجا به 2 نکته مهم اشاره میکنه، یکی ملکوت خدا و ملکوت شیطان. یک شرح کوچکی رو بدم. علمای قوم یهود مرتباً به دنبال یک بهانه‌ای بودند که عیسی رو محکوم کنن، ولی اونا نمی‌دونستن که با چه کسی طرف هستن. پسر یگانه خدا. ولی عیسی می‌دونست که اونا به دنبال چی هستن و از کارهای اونا با خبر بود و جواب‌های دندان شکنی هم به اونها می‌داد. اونا دنبال این بودن که عیسی رو محکوم کنن. به اونا گفت اگر این قدرت از طرف شیطونه، پس من چرا بر علیه خودم برخیزم؟ پس این قدرت از طرف پدر آسمانیه. به وسیله دست خدا قادر هستم که دیوها رو خارج کنم و خدای ما قادر مطلقه. او با یک انگشت قادر به همه کاری هست. ایمان آوردن به عیسی به نفع ما انسان هاست،
چون او از ما محافظت خواهد کرد. ولی ما نباید اجازه بدیم که شیطان در زندگی ما تفرقه بیاندازه، بین ما و پدر آسمانیمون فاصله بیاندازه. او خیلی زیرکه، خیلی پرقدرته. ما نمیتونیم به جنگ او بریم، او ما رو نابود خواهد کرد. تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده عیساست، چون شیطان هم از عیسی وحشت بسیاری داره. فقط به وسیله کلام عیساست که ما میتونیم در امان باشیم. و پولس رسول فرموده که در ایشان خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. شیطان دشمن عیسی و فرزندان اوه. درسته که شیطان پر قدرته، ولی قدرت عیسی از شیطان بیشتره. شیطان فکر کرد که با مصلوب کردن عیسی همه چیز تمام خواهد شد و او قدرتش رو به دست خواهد آورد، ولی عیسی دوباره زنده شد و به مرگ پیروز شد. شیطان در ضمن اینکه دروغگو و مزوره، دزدم هست. سعی میکنه که اون برکاتی رو که عیسی به ما داده از ما بدزده. عزیزان توجه بفرمایید، ما به وسیله خدا قادر مطلق آفریده شدیم و روح خدا در ما ساکنه. خدا ما رو اشخاصی تو خالی نیافریده. وجود ما، مغز ما، روح ما، همه چیز ما باید از روح خداوند پر بشه. پدر آسمانی قادره که ما رو از موقعیت‌های بد، مشکلات زندگی و سختی‌ها نجات بده. و اگر به طرف پدر آسمانیمون عیسی نریم، ما گم و نابود خواهیم شد. ایمانداران انتخاب شده خداوند هستند و نور چشم او هستند. نگذارید شیطان از وجود شما استفاده کنه و ایمان و جوانی و زیبایی و خوبی و تحصیلات شما رو بدزده و نابود کنه. شیطان از باختن متنفره. اگر یک مرتبه بازنده بشه، اینقدر ادامه میده تا پیروز بشه. او دروغگو و مزوره. حاضره که دست به هر کاری بزنه که فرزندان خدا رو ترسو، بی امید و بی پناه کنه. درسته که شیطان قویه، ولی قدرت خداوند ما عیسی از شیطان خیلی بیشتره. او قادر مطلقه و پولس رسول فرموده در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.
Praise the Lord.